محافظ من در چاپخانه. فشرده ای از یک صحنه از جنگ احزاب در یک چاپخانه کوچک در اوایل سال 1332 خورشیدی، زمانی که قبل از شروع به کار روزنامه نویسی به عنوان مدیر عامل در چاپخانه مسعود سعد مشغول به کار بودم. در ماه‌های آخر سال 1331 پس از بازگشت از فرانسه و چندین ماه بیکاری، سرانجام با ماهی 600 تومان حقوق به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی چاپ مسعود سعد مشغول به کار شدم. درباره علل و شرایط تأسیس چاپخانه، اسامی شرکای چاپخانه، طرز خرید و توسعه چاپخانه در قسمت اول شبه خاطرات فصل محمد علی مسعودی مفصل نوشتم. تکرار آن را زائد می دانم، اما برای کسانی که آن قسمت را نخوانده باشند مختصری از جریان را اینجا بازگو می کنم. ماهای آخر سال 1331 خورشیدی و ماهای اول سال 1332 خورشیدی زمان اوج درگیری احزاب و گروه های سیاسی، تظاهرات و زد و خوردهای خیابانی، اعتراضات و اعتصابات کارگران و کارمندان در ایران بود. تحریکات خارجی و اختلافات داخلی سبب شده بود کشور یک روز هم در آرامش نباشد. برای دولتی که توپ، تانک، تفنگ، سرباز، پلیس، قوای انتظامی کافی و دست کم میان بیش از دو سوم مردم شهرنشین محبوبیت و طرفدار داشت، خاموش کردن تظاهرات کار مشکلی نبود. اما دکتر محمد مصدق عمری را با زورگویی، با دیکتاتوری، با خودکامگی، با بگیر و ببند افراد، احزاب و مطبوعات مبارزه کرده بود. حالا که خودش به قدرت رسیده بود، نمیخواست برای خاموش کردن صدای مخالفان از نیروهای استفاده کند که یک عمر به خاطر زورگویی آنها و سرکوب مخالفان به وسیله آنها به آنها اعتراض کرده بود. این دموکرات منشی رئیس دولت که خودش اولین هدف اتهامات، ناسزاها و توهینها بود، باعث شده بود کشور ماها روی آرامش نبیند. او، یعنی دکتر محمد مصدق، ناسزا شنیدن از مخالفان را به خفه کردن صدای مخالفان ترجیح می داد. در چنین حال و هوایی من می کوشیدم در میان هرج و مرجی که در اثر دخالت‌های خارجی و تحریکات داخلی در مساحت 1,648,000 کیلومتر مربع از خاک ایران به وجود آمده بود، به عنوان یک مدیر عامل محدوده 800 متری چاپخانه را در آرامش نگه دارم و در صورت امکان اقدام به اصلاح، توسعه و پیشرفت کار بکنم. برای آنکه با شرایط زمان آشنا شوید، خوب است مختصری از اوضاع کشور را در آن زمان شرح دهم تا روشن شود چرا و چگونه طوفان هر روز در کشور ما شدید و شدیدتر شد، تا آنجا که همراه با کشور محدوده کوچک تحت تسلط مرا هم در چاپخانه مسعود سعد دچار اختشاش کرد. قبلا به این تذکر توجه فرمایید. در چند ماه آخر سال 1331 و اوایل سال 1332 اختشاشات و درگیری ها به خاطر آنکه دکتر مصدق تصمیم گرفت در سیاست داخلی خود تغییراتی بدهد رو به افزایش گذاشت. دکتر مصدق تا آن زمان تمام نیروی خود و ملت به پاخواسته ایران را صرف مبارزه با امپریالیسم انگلیس و غارتگران نفتی می کرد. او قصد داشت پس از اجرای کامل قانون ملی شدن صنعت نفت و گرفتن حق ملت ایران با درآمد آن اقدام به اصلاحات اداری و عمران و آبادی کشور بکند. ولی وقتی مشاهده کرد تمام قدرت‌های خارجی و عوامل داخلی آنها علیه نهضت ملی ایران بسیج شدند، تصمیم گرفت بدون آنکه دست از مبارزه با امپریالیسم انگلستان بردارد، فقط به انتظار اصلاح کار نفت ننشیند و با همان امکانات محدود دست به یک رشته اقدامات اصلاحی بزند. مملکت پس از سالها رکود احتیاج به اصلاحات سریع داشت.
در مجلس 17 گروهی از مخالفان دکتر مصدق راه یافته بودند که مانع هر اقدامی در این زمینه می شدند. دکتر مصدق یک بار تقاضای 6 اختیارات کرد و با کمک کارشناسان رشته های مختلف قوانینی تهیه کرد، ولی اکنون احساس می کرد برای به ثمر رساندن اصلاحات به تمدید اختیارات نیاز دارد. به این سبب طی نامه‌ای از مجلس خواستار تمدید اختیارات شد، اما اقدام او باعث شد مخالفان سابق همراه با عده‌ای از دوستان و همپیمانان خودش علیه او سفارایی کنند. دکتر مصدق در طول حیات سیاسی خود همواره مخالفت دادن دکتر مصدق در طول حیات سیاسی خود همواره مخالف دادن اختیارات به دولت‌ها بود، اما به عقیده او مبارزه با یک امپراتوری مانند انگلستان در سال 1952 شرایط خاص و غیر عادی نیاز داشت. و اینک چند نمونه از حوادثی که در آن زمان باعث اختشاشات و تظاهرات و زد و خورد در کشور می شود. در 25 مهر 1331، برای نخستین بار پس از حوادث خونین سیتیر که باعث شد دولت 4 قوام السلطنه ساقط شود و شاه بار دیگر دکتر مصدق را با پذیرفتن پیشنهادش درباره پست وزارت دفاع به نخست وزیری انتخاب کند، مجلس سنا در مقابل دولت قد علم کرد و با طرح مجازات احمد قوام و عفو و آزادی خلیل طهماسبی به عنوان آنکه برخلاف قوانین مملکت است مخالفت کرد. در تهران عده‌ای در مخالفت با این تصمیم سنا دست به تظاهرات زدند، جمعی مجروح و عده‌ای بازداشت شدند. چند روز بعد مجلس شورای ملی که هنوز طرفداران دکتر مصدق در آنجا اکثریت داشتند، برای آنکه ضرب شستی به مجلس سنا نشان بدهد طرحی را تصویب کرد که به موجب آن دوره مجلس سنا از 4 به 2 تقلیل پیدا کرد. چون بیش از 2 از آن دوره سنا گذشته بود، این مجلس عملا منحل اعلام شد. در تهران و شهرستان ها جمعی در تأیید تصمیم مجلس به تظاهرات پرداختند. پلیس ناچار به دخالت شد. هیئت وزیران در یک جلسه فوق‌العاده تصمیم به قطع رابطه سیاسی با دولت انگلستان گرفت. انتشار این خبر با تظاهرات عظیم مردم در تهران و شهرستان ها روبرو شد. روز 4 آبان 1331 در مراسمی که مناسبت تولد شاه برپا شد، بین مخالفان و موافقان زد و خورد شدیدی در گرفت. عده‌ای مجروح و جمعی بازداشت شدند. دکتر مظفر بقایی که تا چندی قبل از طرفداران پروپا قرص دکتر مصدق بود، در 4 دی ماه 1331 به شدت به لایحه اختیارات دکتر مصدق حمله کرد. چند روز بعد دکتر مصدق در اشاره به این سخنرانی گفت: کسانی که هنگام سفر چرچیل به آمریکا به دولت حمله می‌کنند، در حقیقت از پشت به دولت خنجر می‌زنند. سخنان له و علیه موافقان و مخالفان درباره تمدید اختیارات دکتر مصدق باعث شد از سوی احزاب و گروه‌های مختلف تظاهرات خشونت‌باری در تهران و شهرستان‌ها صورت بگیرد. حسین مکی که بعد از شهریور 1320 در کتاب‌ها، مقاله‌ها و سخنرانی‌های متعدد خود به تعریف و تحسین از دکتر مصدق پرداخته بود، در جلسه 28 دی ماه 1331 به مناسبت نامه دکتر مصدق درباره تمدید اختیارات شدیداً به دکتر مصدق حمله کرد و او را به هیتلر تشبیه کرد. به این مناسبت در میدان بهارستان تظاهرات و زد و خورد سختی بین مخالفان و موافقان صورت گرفت. عایری‌زاده یزدی با وجود 30 دوستی و همکاری سیاسی با دکتر مصدق با لایحه تمدید اختیارات مخالفت کرد. به این ترتیب 3 از یاران با نفوذ دکتر مصدق، یعنی دکتر بقایی، حسین مکی، عایری‌زاده، جبهه نیرومندی به منظور مخالفت با او در مجلس تشکیل دادند. آیت الله کاشانی رئیس مجلس شورای ملی با ارسال نامه‌ای به مجلس لایحه تمدید اختیارات دکتر مصدق را مخالف قانون اساسی دانست و از نمایندگان خواست از تصویب آن خودداری کنند. به این مناسبت تظاهرات شدیدی در تهران و شهرستان‌ها
له و علیه دکتر مصدق و له و علیه آیت الله کاشانی انجام گرفت. مغازه ها بسته شد، بازار تعطیل شد. در روزهای دیگر هم به بهانه های دیگر تظاهرات، اعتصاب ها و زد و خورد ها بین احزاب و گروه های مخالف و موافق در تهران و در شهرستان ها به اوج خود رسید. عده‌ای کفن پوش از شهرهای مختلف عازم تهران شدند. کار اختشاش و اختلاف هر روز در کشور بالا می گرفت، به طوری که در اوایل اسفند 1331 ابوالقاسم خان بختیار از سران ایل بختیاری علیه دولت سر به طغیان برداشت و با نیروهای دولتی به جنگ پرداخت. روز نهم اسفند شایع شد شاه قصد خروج از کشور را دارد. عده‌ای از افسران بازنشسته، جمعی از بازاریان و گروه‌های مختلف در دربار متحسن شدند. عده‌ای هم به خانه دکتر مصدق حمله بردند و قصد قتل او را کردند. آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی از مخالفان سفر شاه بودند. نگرانی رهبران تظاهر کنندگان آن بود که با رفتن شاه حزب توده قدرت را از دست دکتر مصدق خارج ساخت. روز دهم اسفند 1331 به دنبال وقایع نهم اسفند در تهران و شهرستانها گروه ها و احزاب مخالف جمعی در طرفداری و گروهی در مخالفت با شاه و با مصدق به تظاهرات پرداختند. بین آنها زد و خورد در گرفت. روز 15 فروردین 1332 در شیراز بین طرفداران دکتر مصدق و مخالفان دکتر مصدق نزاع سختی در گرفت. عده‌ای مجروح و جمعی مقتول شدند. اول اردیبهشت 1332 سرتیپ محمود افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور رو بوده شد. این عمل از نظر حیثیتی ضربه سختی برای دولت بود. مخالفان آن را نشانه ناامنی در کشور دانستند. به این مناسبت تظاهرات شدیدی برپا کردند و زد و خورد بین گروه‌های مختلف در گرفت. بعد جسد افشار طوس رئیس شهربانی کشور در تپه‌های لشکرک کشف شد. عده‌ای از افسران بازنشسته به اتهام قتل او بازداشت شدند. روز هفتم خرداد بر سر انتخاب رئیس مجلس در تالار جلسه علنی مجلس شورای ملی بین موافقان و مخالفان کار به زد و خورد کشید. در بیرون مجلس هم بین گروه‌های مختلف برخوردهایی صورت گرفت. تصمیم دولت در مورد مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم برای انحلال مجلس شورای ملی اختلافات گروه‌های مخالف را شدیدتر کرد. در تهران و شهرستان‌ها زد و خوردهای خیابانی بین گروه‌های مختلف در گرفت. در چنین شرایطی که رعایت اصول آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و آزادی اشتباهات از سوی دکتر مصدق باعث شده بود آزادی در کشور به هرج و مرج تبدیل شود و هر روز در گوشه و کنار تهران و در اطراف و اکناف کشور زد و خوردهای خونینی درگیرد، تمام تلاش من این بود که در وسط این طوفان‌ها در قلمرو حکمرانی خودم چاپخانه مسعود صدر آرامش را حفظ کنم. تا اندازه هم در این راه موفق شده بودم. صاحب قبلی چاپخانه چهر دکتر اسماعیل آذر استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. تحصیل کرده خارج بود. مردی شریف، متین، آرام و با آزرم بود. کار اصلی او به غیر از تدریس در دانشگاه چاپ کتاب‌های دانشگاهی بود. چاپخانه چهر را هم به همین منظور تأسیس کرده بود. در کنار کتاب، روزنامه و مجله‌هایی هم در این چاپخانه چاپ می‌شد. چاپخانه چهر سهمی هم از کارهای دولتی داشت که با امانت کامل و بدون سوء استفاده از کاغذهای دولتی انجام می‌داد. طی چند سالی که دکتر آزرم صاحب و دکتر حسین فریور مدیر اداره این چاپخانه را به عهده داشتند، توانسته بودند تعدادی کارگر اصیل با تجربه، با سواد و آرامش طلب انتخاب و استخدام کنند. آنها چون دکتر آزرم و دکتر فریور را می شناختند و می دانستند در کار مدیران چاپخانه چهر دزدی و دغلی نیست، برخلاف رسم روز توقعهای بیش از اندازه نداشتند. به ویژه آنکه در آن سالها وضع چاپخانه ها رونق نداشت، چاپخانه چهر با این روال به کار ادامه می داد تا آنکه دکتر آزرم خسته از کار تخت چاپ تصمیم گرفت چاپخانه اش را بفروشد و خودش برای چاپ کتاب به عنوان مشتری با آن کار کند. در آغاز کار شرکت جدید تصمیم گرفت
در وضع چاپخانه تغییرات کلی بدهد، کارگران قدیمی را اخراج کند و عده‌ای کارگر جدید بیاورد. ولی به اصرار من قرار شد این کار را نکنند و من بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم سخنان دکتر آزرم درست است. او به من گفته بود این کارگران را من طی چندین سال از میان کارگران چاپ دستچین کردم، حقوقشان به نسبت بالاست اما همه خوب درست عاشق کارشان و علاقمند به چاپخانه هستند. صلاح شما در این است آنها را حفظ کنید. دکتر فریور هم در کار مدیریت چاپخانه کم نظیر است، پاک، مطلع و پرکار است. او را هم نگه دارید. پس از مدتی کار با آنها دیدم درست میگوید. بعضی از کارکنان تصور میکردند من به عنوان مدیر عامل چاپخانه زیر پای فریور مدیر چاپخانه را جارو خواهم کرد. ولی من به اطلاعات و تجربیات او احتیاج داشتم. به ویژه که کار در چاپخانه برای من گذاری بود برای رسیدن به هدف روزنامه‌نگاری و نویسندگی. در آن سالها برای گرفتن امتیاز روزنامه و مجله شرط سنی وجود داشت و سن من به حد نصاب روزنامه نگاری نرسیده. کار در چاپخانه علاوه بر آن که مانع طولانی شدن بیکاری می شد، باعث تجربه آموزی من می گردید و طی یک مدت کار در چاپخانه در زمینه کار چاپ و انتشار روزنامه و مجله و کتاب چیزهای زیادی آموزید. شریک دیگر چاپخانه که بعد از عمویم بیشترین سهام را داشت محمد علی مسعودی بود. او به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی چاپ مسعود صدر انتخاب شد. ولی طبق مواد اساسنامه اختیارات با مدیر عامل بود. با این تفاوت که همه مرا در کار چاپ و انتشار روزنامه و مجله بی تجربه می دانستند. و این درست بود. و همه عقیده داشتند محمد علی مسعودی یا همان ممدلی خان بزرگترین متخصص کار چاپ و روزنامه در ایران است، که این درست نبود. محمد علی خان مردی خوشرو، خوشتر و زبان، اهل معاشرت و به شدت رفیق باز. این ویژگی ها در مقایسه با خلقیات عمویش عباس مسعودی مدیر اطلاعات که جدی، پرکار و کم معاشرت بود، سبب شده بود همه در آن سالها عقیده پیدا کنند روزنامه اطلاعات به کاکل برادرزادش محمد علی خان می‌گردد. محمد علی مسعودی مدتی سردبیر اطلاعات بود. بعد از شهریور 1320 چند دوره نماینده مجلس شد، اما شهرت و تخصص او صندوق‌سازی در هنگام انتخابات بود که نماینده‌های دلخواه دولت را از صندوق در می‌آورد. با آنکه اختیار اداره چاپخانه با من بود، محمد علی خان با اتکا به تجربه‌ای که ادعا می‌کرد طی سال‌ها کار در روزنامه و چاپخانه اطلاعات به دست آورده و به اتکای پشتیبانی عمویم آقای عیسی بهزادی که به تخصص او در کار چاپ اعتقاد داشت، به خود حق می‌داد در کارها دخالت یا به قول خودش به من تازه کار راهنمایی کند. برادر، این اصطلاح رایج محمد علی مسعودی بود. برادر، مراقب این کارگرا باش. من کارگر جماعت را خوب می شناسم. همه‌شان توده‌ای هستند. دشمن خونی کارفرماها. به محض آنکه فرصت به دست بیاورند، همه ما را از تیر چراغ برق آویزان می کنند. من خودم چند بار گیر اینها افتادم. نزدیک بود مرا بکشند و چاپخانه اطلاعات را به آتش بکشند. من از کارگران چهر دفاع می کردم. می گفتم اینها با دیگران فرق دارند، اما او قبول نمی کرد. بی تجربه بودن مرا به رخم می کشید. می گفت تو آدم ساده ای هستی. از شهرستان آمدی به تهران. رفتی دانشگاه. یک مدت هم فرنگ بودی. حالا برگشتی ایران. سر و کارت همش با کتاب و قلم بوده. تو اجتماع را نمی شناسی. ما باید یک عده کارگر قابل اعتماد از طرف خودمان استخدام کنیم تا در مواقع لازم با کارگران غیر قابل اعتماد چاپخانه چهر مقابله کنند. وقتی محمد علی مسعودی دانست که عموی من هم مثل شرکای دیگر او را تایید می کند، شروع کرد به فرستادن کارگران جدید به چاپخانه. هر چند روز یک بار کارگری وارد چاپخانه می شد. پاکتی از سوی محمد علی خان برایم می آورد. مضمون نامه ها تقریبا یکی بود. دکتر جان،
آقای الف از کارگرهای بسیار خوب چاپ در ایران است. از نظر اخلاق و صمیمیت و پشتکار هم ایشان را به خوبی می‌شناسم. حتما از وجودش در چاپخانه استفاده کن. قربانت محمد علی مسعود. من که در آن زمان با کارگران چاپ آشنایی نداشتم، چند نفر اول را استخدام کردم، ولی بعد دکتر فریور که وضع چاپخانه ها و کارگرهای چاپ را می‌شناخت مرا روشن کرد. گفت چرا هرچه کارگر وامانده و بی‌مصرف است محمد علی خان می‌فرستد اینجا؟ اگر اینها خوب بودند کارفرماهای قبلی آنها را جواب نمی‌کردند. ضمناً با این کسادی کار چاپ با همین عده چاپخانه دخل و خرج نمی‌کند، چه رسد به استخدام یک عده جدید و پرداخت حقوق و مزایای اضافی. من که آن موقع تجربه‌ای در کار چاپ نداشتم این حرفها را به محمد علی خان می‌گفتم. او جواب می‌داد برادر، ما که نمی‌خواهیم چاپخانه را همینطور کوچک و بی‌مشتری نگه داریم. ما می‌خواهیم بزرگترین چاپخانه ایران را در تهران درست کنیم. ماشین رتاتیو، ماشین‌های حروف‌چینی و ماشین افست بخریم. اینها همه کارگر لازم دارند. از الان ما باید اینها را استخدام کنیم تا وقتی ماشین‌های جدید وارد شدند تازه راه نیفتیم دنبال کارگر بگردیم. محمد علی خان هنوز مارک و مدل ماشین‌های چاپ را انتخاب نکرده بود، چه رسد به آنکه سفارش ورود آنها را بدهد. با توجه به طرز کار او من می دانستم این کارها ماها و شاید سالها به طول خواهد انجامید، اما او برای راضی کردن شرکا یکی دو ماشین چاپ مستعمل از داخل کشور خریداری کرده بود و بقیه وعده به آینده بود. محمد علی خان علاوه بر کارگر حروف‌چینی، ماشینچی و صحاف، مدیر فنی، مدیر داخلی و سرکارگر هم برای استخدام می دارد. در همه نامه ها آنها را به عنوان بهترین متخصصان صنعت چاپ ایران معرفی می‌کرد و با خوشحالی به من وعده می‌داد که به زودی با وارد کردن ماشین‌های آخرین سیستم چاپ من مدیر عامل بزرگترین چاپخانه ایران خواهم شد. یک روز کارگری وارد چاپخانه شد و طبق معمول نامه‌ای از سوی محمد علی خان برای من آمد. نوشته بود دکتر جان، آقای سیم حامل ورقه یکی از برجسته‌ترین کارگران چاپخانه در ایران است. همه چاپخانه ها و کارگران چاپخانه ها او را می‌شناسند. من ماها دنبال او بودم تا سرانجام توانستم راضی کنم از جایی که کار می‌کرد بیرون بیاید و با ما کار کند. الان من هر چه بگویم باور نمی‌کنی، ولی بعداً خودت قبول خواهی کرد که با آمدن او وضع چاپخانه به کلی با گذشته متفاوت خواهد شد. او را به عنوان سرکارگر شعبه حروف‌چینی به کارگرها معرفی کن. هنوز یک هفته نگذشته او میزان کار آنها را دو برابر خواهد. اگر پیشنهادهایی که می‌کند به نظر تو خوب آمد دستور بده اجرا کنند. ما با هم درباره برنامه‌های آینده چاپخانه خیلی صحبت کردیم. نقشه‌های جالبی دارد که گفتم همه را به تو بگویم. قربانت محمد علی مسعود. محمد علی خان راست می‌گفت. این کارگر با همه آنها که فرستاده بود فرق داشت. از نظر ظاهر لاغر، بلند قامت و دارای استخوان‌بندی محکم بود. صورتی استخوانی داشت، با چشمانی نافذ مثل چشمهای عقاب. دقت می‌کرد به چشمهای من نگاه نکند. کار خوبی بود، چون هرگاه چشم ما به هم می‌افتاد احساس بدی به من دست می‌داد. رفتارش مؤدبانه ولی موذیانه بود. گفتارش متملقانه ولی زیرکانه بود. سعی داشت به من ثابت کند حاضر است در صورت لزوم دست به هر کاری بزنم. گفتم فعلا بروید به شعبه حروف‌چینی تا من بیایم شما را به کارگران معرفی کنم. از اتاق من بیرون رفت، ولی به شعبه حروف‌چینی نرفت. در همین موقع تلفن زنگ زد. محمد علی خان بود. پس از سلام و احوالپرسی گفت آمد؟ گفتم بله آمد. صدایش را آهسته کرد. برادر، این سیم توی کارگر چاپخانه ها تکه. نمیدانی من با چه زحمتی او را راضی کردم با ما کار کند. همه کارگرهای چاپخانه‌های تهران او را می‌شناسند. با بودن او دیگر هیچ کس جرأت اعتصاب کردن نخواهد داشت. گفتم بدون او هم در این چند ماهی ما اینجا کار می‌کنیم صحبتی از اعتصاب به میان نیامده. گفت به هر حال قدر این یکی را بدان. همه آنها که برایت فرستادم یک طرف، این یکی یک طرف. من برای اینکه بین کارگرهای قدیمی چاپخانه و کارگران جدیدی که محمد علی خان فرستاده بود برخوردی پیش نیاید، به عنوان آنکه قصد داریم چاپخانه را توسعه بدهیم، یکی از اتاقهای حروف‌چینی را که تاکنون مخصوص تیتر
و فرمبندی بود انتخاب کردم. به این ترتیب یک اتاق حروفچینی جدید درست شد. کارگران تازه را که در اتاقهای قدیمی حروفچینی به اندازه کافی جا نداشتند به این اتاق منتقل کردم و به سین گفتم به عنوان سرپرست در اتاق جدید حروفچینی مشغول شود. با این کار میخواستم هم از برخورد بین دو گروه جلوگیری کنم، هم با ایجاد رقابت بین کارگران قدیمی و آنها که تازه استخدام شده بودند در چاپخانه تحرکی ایجاد کنم. گزارش های سین. یک هفته از آمدن سین به چاپخانه گذشت. در تهران همچنان هر روز بین گروه های سیاسی مخالف زد و خورد و کشمکش در می‌گرفت، ولی چاپخانه مسعود سعد هنوز آرام بود. یک روز محمد علی خان تلفن کرد. دکتر، از اوضاع چاپخانه چه خبر؟ گفتم خبر فوق‌العاده‌ای نیست، همه چیز رو به راه است. گفت ولی چاپخانه ظاهراً آتش زیر خاکستر است. گفتم من که چیزی از آتش حس نمی‌کنم. گفت برای آن که بدانی در چاپخانه چه اتفاقاتی دارد می‌افتد، به سیم گفتم یک نسخه از گزارش‌هایی که به من میدهد به تو هم بدهد تا در جریان همه چیز باشی. فهمیدم سین هر شب به خانه محمد علی خان میرود و گزارش هایی از وضع چاپخانه به او میدهد. گفتم باشد، خوشحال میشوم. گفت خوشحال میشوم. ولی گفتم باشد، خوشحال میشوم. گفتم خوشحال میشوم ولی اصولا من از سیستم خبرچینی در کار خوشم نمی آید. روز بعد در حیات چاپخانه مشغول قدم زدن بودم. سین از کنار من گذشت. تنه ای زد و آهسته کاغذ مچاله شده ای کف دست من گذاشت. برای آن که کسی متوجه نشود، همانطور قدم زنان طول حیات را پیمودم. بعد به اتاق خودم رفتم. کاغذ را صاف کردم. دیدم با مداد کمرنگ با خطوط کج و موبد دو سه سطر روی آن نوشته. دقت کردم چون این خواندم. گزارش: امروز ساعت 10 صبح الف کارگر شعبه حروفچینی چاپخانه چهر به مستراح رفت. 12 دقیقه آنجا ماند. بعد بیرون آمد. پیش خودم فکر کردم حتما تفلکی دچار یبوست مزاج شده، اما به هر حال خبر مهمی بود. مسلماً رئیس هیئت مدیره از آگاهی از آن خوشحال می شد. آخر این نوع خبرها نباید از نظر مدیران دور بماند. 2 ساعت بعد سین به بهانه‌ای وارد اتاق دفتر شد و به عنوان اینکه اجازه می‌خواهد چند دقیقه از چاپخانه خارج شود، جلوی میز من ایستاد و به طوری که حسابدار چاپخانه که در گوشه دیگر اتاق دفتر پشت میزش مشغول کار بود متوجه نشود، قطعه کاغذ کوچکی مقابل من روی میز گذاشت و رفت. کاغذ این کاغذ قبلی بود. معلوم شد از یک دفترچه کنده شده. روی آن با مداد نوشته شده بود گزارش: نیم ساعت بعد از آن که الف از مستراح خارج شد، ب که کنار گارسه او حروفچینی می کند. گارسه یک نوع قفسه چوبی مخصوص حروفچینی دستی بود که 32 حرف الف با و حروف اول و وسط و آخر هر کدام در قوطی های کنار هم قرار داده می شد و با هم خیلی دوست هستند، به مستراح رفت. اما او فقط 2 دقیقه آنجا ماند و فوراً خارج شد. با خودم فکر کردم این یکی حتما حیوانکی، برعکس آن یکی دچار شکم روش بود. در این حال به هوش رئیس هیئت مدیره چاپخانه که دائما به من توصیه می‌کردند بیشتر مراقب جزئیات کار کارگران باشم آفرین گفتم. یک مدیر باید قبل از هر چیز مراقب اجابت مزاج کارگران خود باشد. گزارش‌ها تا آنجا که به خاطرم مانده از این نوع